12 بهمن 1357 هواپیمای ایر فرانس ساعت 9:27 دقیقه صبح بر روی باند فرودگاه تهران می نشیند و آیت الله خمینی و همراهانش پیاده می شوند. مردی که دست در دست آیت الله خمینی از هواپیما پیاده می شود را مهماندار یا خلبان می گفتند، اما اشتباه است. اگر می خواهید از رازهای این انقلاب خبردار شوید و این فرد مرموز رو بشناسید، تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. خب دوستان سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا چنل حقایق تاریخیه و اگه به تاریخ علاقه دارید لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید که از دیگر ویدیوهای چنلمون هم مطلع بشید. آیت الله خمینی 14 سال دور از ایران زندگی کرد. 1 سال و 5 ماه بعد از سخنرانی 15 خرداد 1342 به ترکیه تبعیدش کردند و سال بعد هم به عراق، تا 14 مهر 57 که به پاریس اعزام شد و در نوفل لوشاتو سکونت کرد. در فرانسه فعالیتش بیشتر شد و سخنرانی ها و بیانیه هایش به صورت جزو وارد ایران شد. او موفق شد مردم ایران رو همراه خودش کنه و به ایران برگرده و جمهوری اسلامی رو بر پایه این نظر ولایت فقیه بنیانگذاری کنه. اما کسانی که در هواپیما با آیت الله خمینی بودند، کسانی بودند که او رو همراهی کردند تا مسیر رهبری او در ایران هموار شود. کسانی مثل احمد خمینی، ابوالحسن بنی صدر، هادی غفاری، حسن لاهوتی اشکوری، محمد منتظری و صادق قطبزاده. اما آیت الله خمینی وقتی میخواهد از هواپیما پایین بیاید، دست در دست یک غریبه که لباس خلبان گونه دارد میگذارد. نام کامل این فرد ژرارد ژان فابین باتاوش میباشد، مردی تبعی کشور فرانسه و اصالتا اهل الجزایر. تاریخ تولدش رو 19 اردیبهشت 1322 نوشتند. باتاوش خودش رو خبرنگار معرفی میکرده و در اصل استخدام پلیس فرانسه بوده. خودش ماجرای نزدیکیش با خمینی رو اینطوری تعریف کرده: وقتی آقای خمینی به پاریس اومد، پلیس فرانسه چند نفر رو برای محافظت نزد ایشان فرستاد، اما آقای خمینی هیچ کدام رو نپذیرفت تا اینکه قسمت من شد. در همان دیدار اول علاقه بین من و ایشان برقرار شد و چون من فارسی صحبت می کردم مزید بر علت شد. در مدت 116 روز اقامت ایشون در نوفل لوشاتو همیشه با آقای خمینی بودم. باتاوش رو محافظ خمینی می دونستند. فعالیت باتاوش بعد از رسیدن آیت الله خمینی به تهران تمام نمی شود و اتفاقاً بعد از بهمن 57 بیشتر هم می شود. او یکی از نزدیکان امام خمینی می شود. دلیل ماندن او در تهران رو بعد از بهمن 57 از زبان خودش بشنوید. به دلیل علاقه‌ای که با آقای خمینی پیدا کرده بودم، به پسرشون آقا احمد گفتم که می‌خواهم تو ایران بمانم. بعد از بازنشستگی از فرانسه و موافقت امام و احمد آقا به ایران اومدم و با نظر احمد آقا با مصطفی چمران و بعد هم مرحوم نظران همکاری‌های متعدد داشتم. باتاوش در 15 آبان 58 دین خودش رو اسلام و اسم خودش رو رضا اعلام میکنه. او هرچه تلاش کرد نتوانست پاسپورت و شناسنامه ایرانی بگیره. باتاوش قرارداد خودروسازی ایران و فرانسه رو تحت نظر میگیره. این اولین حکمی است که به او داده میشه، اما باتاوش 11 سال مشاور خمینی در امور نظامی بوده و با مصطفی چمران به عنوان مهندس راه و ساختمان همکاری فرهنگی و عمرانی داشته. سال 1374 هم در طرح مشارکت دامداری و صنایع لبنی فرانسه با شرکت کشت و صنعت و دام ایران تیردام همکاری داشته، اما مهمترین آنها مشاور نظامی خمینی بودنه که جلب توجه میکنه. اما سوال اصلی اینجاست که یک مأمور پلیس، یک محافظ شخصی چرا باید مشاور نظامی آقای خمینی باشه؟ ایشون چه سررشته ای از صنعت خودروسازی داشته؟ در حالی که علی‌رغم نامه صادق خلخالی که آن زمان نماینده مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری بوده که زیر نامه نظارت باتاوش بر صنعت خودروسازی رو آن هم با مهر تولیت حرم عبدالعزیز مهر کرده، باتاوش از چنین تجارب بزرگی برخوردار نبوده. مطلبی در روزنامه فیگارو فرانسه نوشته شده که در آن مطلب باتاوش رو اینطوری معرفی میکنه: مردی که با لباس آبی رسمی بر روی پله‌های هواپیما بود، یک مأمور سرویس اطلاعاتی فرانسه است که مأموریت داشت اطلاعاتی درباره آیت الله خمینی جمع‌آوری کنه که پس از سالها زندگی در تبعید می‌رفت تا هیجانات توده‌های ایرانیان رو شعله‌ور کنه.
بدین ترتیب فیگارو اعلام میکنه که با تاوش جاسوس بوده، جاسوسی از طرف کشور فرانسه تا از کار آیت الله خمینی سر در بیاره. برای بهتر فهمیدن این موضوع باید به لبنان سفر کنیم. 14 تیر 1361، 4 ایرانی در لبنان راهی سفارت جمهوری اسلامی در بیروت بودند که در پست بازرسی توسط یک گروه شبه نظامی مسیحی لبنانی روبوده می شوند. این گروه فلانش ها بودند. احمد متوسلیان فرمانده سپاه معروف ترین آنها بود و 3 نفر دیگر سید محمد موسوی کاردار سفارت جمهوری اسلامی، کاظم اخوان عکاس خبرگزاری ایرنا و تقی رستگار مقدم کارمند سفارت بودند. این 4 نفر تا همین امروز هم پیدا نشدند، اگرچه اسنادی هست که نشون میده هر 4 نفرشون کشته شدند، اما هنوز هم عده‌ای منتظرند این اشخاص برگردند. حمید داوودآبادی، محقق و نویسنده‌ای که در مورد جنگ ایران و عراق تحقیق کرده، مطالب رو جمع کرده که به این موضوع مربوط میشه. او نوشته اوایل دی ماه سال 1381 شاهرخ سلطان احمدی، خواهرزاده یکی از این 4 نفر یعنی کاظم اخوان، خبر میدهد که فرزند سید محسن موسوی در لبنان شماره فردی فرانسوی رو بهش داده که ادعا میکنه از این 4 نفر خبر داره. سلطان احمدی میگوید که با این فرد تماس گرفته که خودش رو رضا باتاوش معرفی کرده. عصر همان روز در میدان سپاه تهران در طبقه دوم یک لاستیک فروشی با او قرار میذاره که ببینه چه اطلاعاتی از این 4 نفر داره. رضا باتاوش ادعا کرده که در منطقه بیروت شرقی در زندانی که فقط چند سلول داشته تک تک گروگانهای ایرانی رو دیده. او گفته که فالانش ها یعنی همان گروهک حاضرند در قبال گرفتن یک کشتی نفت آنها رو به ایران برگردونند. حمید داوودآبادی با گفتن این خاطره میگه که باتاوش خواسته در قبال تهیه یک خانه در تهران و مهمتر از آن پاسپورت و شناسنامه ایرانی حاضر به اسرائیل سفر کنه و واسطه بشه که گروگانهای ایرانی رو آزاد کنند. اینطور که مشخص بوده باتاوش کلاهبردار از آب در آمده و سابقه هم داشته. او قبلا همین حرف رو به نصرت کاشانی رئیس وقت اداره جانبازان زده که یک خانه هم به نامش زده بودند. نصرت کاشانی بعد از این اتفاق عنوان کرده که به باتاوش شک کرده و رفقاش هم گفتند که باتاوش جاسوسه و نزدیکش نشوین. این شخصیت مرموز تاریخ انقلاب اسلامی با آن همه فعالیت سیاسی نتوانسته بود اوضاع مالی خودش رو سر و سامون بده. او خودش میگفت که همسر ایرانیش مال و اموال او رو بالا کشیده. همسر باتاوش زنی به نام بیتا آهی بود که ثمره این ازدواج 2 فرزند بود، یک دختر و یک پسر که بین ایران و آمریکا در حال تردد می باشند. خب دوستان عزیز، خیلی ازتون ممنونم که تا اینجا یه ویدیو با ما همراه بودید. به آخر این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک این ویدیو و سابسکرایب به چنل یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی دمتون گرم. یا علی و خدا نگهدار.